هفته کمتر بود که حاج آقا بدیعی رو میشناختم. معرفی شده بودم به ایشون برای گرفتن وامی که خیلی بهش احتیاج داشتم. خیلی زود کار منو راه انداختن. اولش نفهمیدم چرا، تا اینکه هفته پیش دوباره رفتم مؤسسه برای اینکه باقی مدارکمو بدم بهشون. هیچ کس جز خودشون اونجا نبود. هیچکی نبود به دادم برسه. کی باور میکنه؟ حاج آقا بدیعی، روحانی معروف. عملاً نشدنی بجا. من حرفم بسیار روشنه. من دارم راجع به مسئولیت صحبت می‌کنم. بله، اما این در حالی که شما سایر وجوه رو در نظر نگیرید. ببینید سرکار خانم، این یک اصله. یک بنیان اخلاقیه، اما اگری هم درش نیست. خب این اصل دقیقاً چیه؟ عرض می‌کنم خدمتتون، این که هر مسئولی در مواجهه با هر رفتاری که از خودش بروز میده، موظف به پاسخگویی است. از رئیس جمهور، نماینده مجلس، وزیر، وکیل، بنده، شما. اگر اشتباهی میکنیم و به اون اشتباه آگاهیم، موظفیم صاف و ساده بیایم از مردم عذرخواهی بکنیم. البته میدونید که شیوه های پاسخگویی هم متفاوتی. بله، اشکال ما متاسفانه در همین تفاوت شیوه هاست. بنده، شما یا اون عزیز مسئول، هر کسی اگر باعث بروز خطا یا ضرری میشیم، موظفیم به خاطر اون خطا یا ضرر از مردم عذرخواهی بکنیم. مگه نعوذ بالله معصومیم ما؟ نه خیر. یا از اون بدتر، مردم رو شایسته معذرت خواهی نمیدونیم ها؟ البته این دست زدن رو برای ما نیست، دوستان برای نمرات پایین‌ترشون تلاش می‌کنن. همین کریم، بحث عوض کن. حاج آقا ماشاءالله انقدر خوب و شیوا صحبت میکنید که من به شخص خیلی دارم استفاده میکنم و دوباره زمان از دستم در رفته. بله، زمانمون تموم شد. بچه های استودیو ورزش منتظرن، میخوان که زودتر برنامهشون شروع کنم. خاطر همین گفتم زمان نداریم، اما توی این 30 ثانیه باقی مونده لازم هستش که بابت مؤسسه خیریتون بهتون تبریک بگم که تونستین 2 سال پیاپی به عنوان فعالترین مؤسسه خیریه خصوصی کشور شناخته بشین. سلامت باشین، سپاسگزارم. البته لطف دوستان بوده و خیرین عزیز، آرزوی قلبی بنده این استش که در هیچ نقطه از این سرزمین دیگه مؤسسه خیریه ای نیازش احساس نشه، چرا که مؤسسه خیریه یعنی در انجام امور جاری نقص خوبه. است. خوب است. خانم کریمی، بحث رو عوض کن. جمعش کن. اما نداریم، عذرخواهی میکنم. ممنون از تشریف فرمایی شما و تک تک دانشجویان عزیز در استودیو و شما بینندگان عزیز که ما رو تا این لحظه همراهی کردین. براتون بهترین لحظه ها رو آرزو میکنم. تا برنامه بعد مراقب حال خوب خودتون باشین. خداحافظ. خسته نباشین. دست شما درد.
سلام 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 جانم، اومدم دارم از ساختمون میزنم بیرون. 10 دقیقه دیگه اونجا. سلام علیکم. استاد برنامه‌تون خیلی عالی بود. دمتون گرم. دم شما هم گرم. استاد امروز کلاس تشکیل میشه؟ بله معلومه که تشکیل میشه. ممنونم. خوب حرف خدا قوت. سلام. سلام. خدا خیرت بده. اینا رو از جلو آفتاب اینا کادوش تمشو سری بذاریم پشت ماشین من. چیزی جا نمونه ها. اینا رو هم بذاریم. باشه. کجا میبری شیرینی؟ سلام. سری الان مهمون. خانم اینا سر راه هنوز کجا داری میبری اینا؟ سید بزرگوار چه بره؟ حاج آقا تشریف آوردن. سید وانه عوض کردی یا نه؟ بذاریم. چی کار داری میکنی؟ شما مگه به من قول ندادی موزه به داداشت باشی؟ دست شما درد نکنه. سلام بابا. جانم بابا. سلام. سید سفارش کرده شهرستان دور نفرستنه تا. بفرمایید. خودت هم حواست باشه. یالله. سلام. سلام حاج. سلام. خودم سفره. آقا اماد. جانم. اماد جان بیا لباستو عوض کن. چشم مگه این صبح خودت دادی اینو بپوشم؟ چیزیش نیست ولی تو تلویزیون دیدم سنتو زیاد نشون. بیا جون. شما موتورتو بکش تا من بیام. بفرمایید. همینجا عوض کنم؟ آره تو راحت باش بس من درو. آره درو لطفا ببند. علی آجمان بیا تو آقا میسم. یا الله کاری داشتی آقا؟ من اینجا ما میسم جونم. از ایمان چه خبر؟ از صبح ندیدمش. برای مسابقه خیریه که میاد انشالله. والا شما که بهتر سر کارش در میاری. من از اول هفته دو دقیقه هم ندیدمش. سلام آقا امیری. سلام آقا جمعه. سلام امیری. سلام آقا نیستم. ببخش. ایمان نایمده هنوز؟ نه هنوز. بیا. ایمان بیا. ببین. این حاج آقای علایی رو تو باش کار نکردی درست نمیشناسی. بله حواسم هست جان. ببین. این آقای علایی 82 سالش. از اول انقلاب هر جا که بگی کار کرده. یک کلمه حرف بزنی تو تشخه. بله شنیدم. اما دستش به خیره. بابا یه روز سه روز پیش عمل کردن. دیروز زنگ زده میگه قرارداد شرک صنعتی ما چی شد؟ دعوا سر 4.5 میلیارد دیگه. آره؟ 2 میلیاردش مال خیریه شماست که میشه خمس و زکات شرکت اینا. دست شما دردن. خیلی ممنون. پیداش نشد این ایمان. معلوم به زنگ میزنم. لازم نیست. ایمان. حواست باشه فقط خودت حرف بزن. چشم. چشم نگران نباشید. من با ایمان و میثم حالا کار دارم. میسم چون همون چه؟ آقای امیری برای چی اینجوری نگاهت میکنه؟ چیز خاصی نیست. سر این ماجرای سپرده گذارا دیروزی که اومده سراغ ایشون. همه اینا رو ایمان باید جواب بده. چوبشون من دارم میخورم. خب پول مردم رو باید بهشون برگردونی. خب نرخ ارز ثابت نمیمونه که تکلیفمون رو بدونی. مگه شما از مردم دلار گرفتین که منتظری نرخ ارز ثابت شه؟ به خدا من اینا رو نمیدونم. بزنی ایمان بیاد از خودش بپرسه. ایمان مرد. صحبت سر 180 هکتار زمین کشاورزی حاج آقا علایی. ما اگر زیرساخت و نیروی انسانی کافی هم برای پروژمون داشته باشیم که الحمدلله داریم، باید صبر کنیم زمین‌ها از فصل کشت بیرون بیان و بعد بتونیم سیستم آبیاری مکانیزه رو روشون پیاده بکنیم. مگه زمین‌های اونجا سال دوبار زیر کشت نمیرن؟ فرمایش شما متینه. مشکل اینه که این زمین‌های کشاورزی که شما خریدین، این 180 هکتار متعلق به حداقل 300 تا کشاورزه. یکی تو زمینش هویج کاشته، یکی چغندر. خب اینا که همزمان با هم عمل نمیان. برای همین ما نمیتونیم پروژه رو همزمان شروع بکنیم. ما 8 فاز برای این پروژه در نظر گرفتیم و به عدد 4.5 میلیارد تومان برای هزینه این پروژه رسیدیم. البته آقای امیری به ما قول صرفه‌جویی دادن. چون ما از حاج آقامون قول گرفتیم انشالله اگر آقای علایی و شما با این پروژه موافقت فرمودید 2 میلیارد تومان از هزینه های پروژه رو صرف ساخت مدارسی برای بچه های همون منطقه بکنیم انشالله. هیچ کار خدا بی حکمت نیست آقای امیری. یادتونه جوون که بودیم گهگاه به من میگفتید حاج آقا علایی خوش به حالت، 5 تا پسر داری پشتت گرمه؟ اینم حکمتش.
کو یکی از اون پسرای شاخ شمشاد من تو این روزا که نه پا دارم. نگید آقای، نگید. خدا سلامتی شما رو حفظ کنه انشالله. خب اینا که تعارفه، پسرای من کجا؟ اما خدا به شما یه دختر داد که شد این سرکار خانم وجیهه و آقا دامادی که خودش ماشاءالله مثل صد تا پسر کار رو انداز. زنده باشین انشالله. مال بس فروش و قیچی دست شماست، شما هم که همیشه دست به خیر بودین، بنابراین فقط به ما بگین کجا رو باید امضا کنیم. خیلی خوب، خدا خیرتون بده آقا علایی، مبارک باشه انشالله. به میمنت آغاز این همکاری صلوات بلند ختم کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا لطفاً. متشکرم. آقا من هر چی که تو جلسه گفتم از رو پروپوزال ایمان بود. امضای قرارداد آقای علایی هم از رو پروپوزال گفتی؟ ایمان ما کاری کرده آج آقا. ببین حواستون باشه، مسابقه خیریه، امشب رو زیاد طولش ندید. من امشب با میثم و ایمان کار دارم. چشم. سلام آج آقا میری. سلام علیکم. کجا داری میری؟ نهار آوردی، ظهر نشده که. نه آج آقا، یه موبایل آوردم واسه آج آقا. سلام علیکم. بابا شما داری میری؟ یا خدا برکت، شوهرت لاکچری شده. چی شده؟ ماشین برده بیا. چشم آقا. 20 میلیون داده یه گوشی. من گفتم بگیره، وسیله کارشه دیگه. حالا 20 میلیون هم نشده بابا. هرچی خواستی به خود من بگو، من بهترینشو برات میگیرم. چشم. 20 میلیون گوشی شوهرت گردن گرفتی، ما هم گفتیم نفهمیده. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید خانم، حاج آقا بعدیه هستن؟ بله بفهمیده. بفرمایید خانم. سلام. با کی کار داشتید؟ می‌خواستم آقای بدیعی رو ببینم. با حاج آقا چی کار داشتید؟ سلام خانم حبیبی. سلام حاج آقا. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خوش آمدید. بفرمایید. از طرف تلویزیون اومدم. مبارکه. خواهش می‌کنم بفرمایید بشینید. من در خدمت شما هستم. حاج آقای خانی سفارش شما رو کرد. نامه رو آوردین؟ بله، لطف دارین شما. حاج آقا ببخشید وقتتون رو گرفتم. زنده باشی. دیگه ما هم نتونستیم بگیم نه. بسیار خوب. بسیار هم عالی. طرف دومون همین. چشم. سلام ما رو هم خدمت دوستان برسونی در شبکه و بگید که ما حتما در خدمتتون. خیلی دوست دارم. خانم امیری همه چیو جمع کردی؟ خب پس اینا رو هم بذارین پشت ماشین من. اینا تعدادش درسته؟ نمیدونم گذاشتی بشمارش. خواهش خانم الان میذارم تکامل. وانیستی مراقب بچه‌ها هستی؟ خیالتون راحت باشه. به امان خدا. سلام برسونید. چشم. خانم من آماده‌ام. چی برای این خانم امضا کردی؟ هیچی، بنده خدا مشکل داشت. یکی از تعیین کننده ها که اتفاقا از دوستای صمیمی بابای شما سفارشش رو کرده بود، گفتم کاراش نمونه بین کارهای مؤسسه. آقا بی زحمت یا این میوه و شیرینی ها رو ببر اونجا جوریست. خانم میشه به من یک توب بدی؟ نه اون رو نده بیا. امیدوارم به لطف شما سرمایه‌گذارهای عزیز این بچه‌های شرایطی براشون فراهم بشه که از این زمین خاکی در بیان و توی محیط بهتری بازی بکنن. جانم شما کلامت فراموش نشه. جانم باشه. من فکر می‌کردم همینجاست، موبایلش هم خاموشه. ببین تو رو خدا قرار بود جایزه نقدی رو بگیرم. شما نگران نباش، من الان تماس می‌گیرم. باش شما برو به کارت برس. جان میشه من عکس بگیریم؟ می‌خوای عکس بگیریم؟ موبایلت کو ندارم. خب بیا از کی؟ بیا مجید.
آقا مجید بیا بیا از من این پهلوان اسم چیه؟ علی اصغر. بیا از من آقا علی اصغر عکس بگیر. بگیر شما. آقا گرفتم. چاپ کن بده بهش. بده تو زمین. ماشاءالله. چاپ کن بدم به خودش. بده به خودش. یا کم نیست؟ ببخشید. یه دو تا شیرینی هم تو ماشین. ای خدا. به هر حال خیریه ما، من و دوستانم توی خیریه داریم تلاش میکنیم شرایطی رو فراهم بکنیم که این بچه‌ها از این محیط در بیان. برن توی فضای هم بفرمایید. می‌خواستم یه دقیقه خصوصی مزاحمتون بشم. دوستان ببخشید. در خدمت شما هستم. بفرمون بشین حاج آقا. ممنون، من راحتم. بفرمون بشین رو صندلی. چون جسارتاً این دوربین باید تصویر شما رو ضبط کنه. ایمان بدی، برادر شما که حداقل 300 میلیارد بدهی داره، صبح امروز حساب خودش و شرکتش رو کاملاً خالی کرده و معلوم نیست کجا رفته. شما هم که نمیدونین کجاست، میدونی؟ الان چند ساعته نیسته، شاید یه مشکلی براش پیش اومده. مشکل که حتما پیش اومده براش، چون 3 ماه سود پول مردمو نداده. شما در جریان بودین؟ اونو در جریانم، هم همه چیزش هم قانونی بوده. بله، قانونیه. نست که 1 سال پیش هم با شریکش 2 تا کارخونه از دولت خریدن 1/4 قیمت واقعی. خب کارخونه ها ورشکسته بودن. بله، ولی رو همون کارخونه های به ظاهر ورشکسته یه وام کلون گرفتن. بله، وام کارآفرینی بوده. درسته، وام کارآفرینی، یعنی وامی که باید باهاش کارخونه ها را بیفتن، نه اینکه همون اول یه پولی بذارن کف دست کارگر رو ردشون کنی برن ماشینالات کارخونه هم حراج کنن، زمیناش هم دولاپنا بندازن به مردم به عنوان زمین مسکونی. اینا میدونی اسم چی هاج آقا؟ همه اینا جرم. تازه حتی 1 قسطش هم پرداخت نکرده. پرداخت نکرده؟ پرداخت کرده؟ من در جریان نیستم. ولی امضا شما پای اون وامه. بله، من پای همه وامو به عنوان شاهد امضا کردم. چه ربطی به من داره؟ ببینید آقای بیگ دلی. آقای بیگ دلی، من در امور شخصی برادرم هرگز دخالت نکردم. شرکت عطر که شخصی نیست. با عرض سلام خدمت هموطنان عزیزم، حاج آقا بدیعی با ماشین شاسیش 700 تومن 700 میلیون میارزه، حال میکنم مثل خودشون. چی شد ایمان؟ بریم بهت میگم. الان تو باید بری جایی؟ آره. اگه با من کاری نداری برم دنبال بچه ها. بایستو با هم میریم. سپیده میدونه؟ آره، بابام بهش خبر داده. خوب حالش؟ نه اصلا خوب نیست، باش حرف زدم صداش در نمیومد. من نگران بچه‌شم. میتونی رانندگی کنی؟ آره. اینام درسته؟ بله بله.
خیلی خوب، من صحبت میکنم با آقای مدیر اونجا، من صحبت میکنم. اصلا خبرم شما؟ بله بله، پیگیری کرد. سلام بابایی. الان تو هم میگی چی بابا؟ این یکی هم اومد او ده بیا یا ببینم این هم نبای من کلان چهار تا کاغذ پاره تو اینترنت فرق شده که استنادی به هیچ کدومش نمیشه که دست خط ایمانن آقا جون، من همه شنو خوندم. آخه عزیز من، مگه آدم عاقل وقتی میخواد رشوه بده کاغذ بازی میکنه؟ همش جعلیه. آره ولی با همونه داره آبرومون میره بابا. غیب شدن ایمان آبرومونه میبره. شما فکر نمیکنین براش پاپوش دوخته باشن آقا جون؟ مگه هر کی براش پاپوش درست کردن باید بذاره بره؟ اما حالا باید چیکار کنیم؟ شما با کسی حرف زدین بابا؟ آره آره به فکرش هم دارم، یه کارایی میکنم. آره شما از مجتمعی که تو زمین کارخونه ها ساختن خبر داشتین؟ بودون مجتمع حاجه ما، اینا چهار تا نقشه داشتن، رفتن شهرداری مجوزم گرفتن. میگن مدرک داریم، میگن سند داریم، اینا خیلی چیزا میگن، اما باید ببینیم کی با کی مشکل داشته، کی کجا حرف اضافه زده. باید صبر کنیم ایمان بیاد، وقت من درستش میکنم. شما هم الان پاشین بریم خونتون، نه با کسی تماس بگیرین نه به تلفنی جواب بدین. آج آقا میبخشید، اجازه میفرمایید؟ بیا ببینم چی میگی. اینا دیگه درسته؟ بله. شنیدین چی گفتم؟ برین خونه، حواستون به سپیدن باشه، اون بنده خدا بار داره. کچل ما بعد نمیذاری؟ بابا تو کاسب نیست، بزن به حساب من. بله کاسب پول در میاره ولی برای پول کار نمیکنه. سلام. سلام علیکم. سلام دید. انگار دارم خواب میبینم، اصلا نمیدونم چیکار کنم. همو جان شما مگه از کار هم خبر ندارین؟ مگه با هم نیستین؟ من چه میدونم ایمان چیکار میکنه چیکار نمیکنه؟ من تو امور ایمان دخالتی ندارم. برادرته، نمیدونی چی کار میکرده؟ میگه چی کار کنم امو؟ به روح پدرم یه اتفاقی افتاده، ما امروز یه قراردادی بستیم صبح، پیش قصه اونم برداشته غیبش زده. ببینم جان، شما بچه های برادرمین، شیر پاک خورده این، پدر خدا بیاموزتون که عمرش به دنیا نبود، خدا رحمتش کنه، شما سر سفره من بزرگ شدین، یه لقمه نون حرام نخوردین. ایمان کسی رو نداشته که گذاشته رفته. آخه هیچ آدم عاقلی میاد زن حاملش رو، زن باردارش رو ول کنه بره؟ زن پشت و پناه مرده، تنها بوده که گذاشته رفته. تو هم که میگی خبری ازش نداشتم، غافل شدی ازش عمو جان. منم که نمیدونم چی به چیه، فقط میدونم ایمان تنهاست. برو زیر سنگم شده پیداش کن. ایمان لقمه حروم نخورده، محال به امانت مردم خیانت کنه. بله خواهرم، الان میام خدمتتون. سلام آقا جلال، خسته نباشین. علیکم سلام. شما هم خسته. آب لیمو آب پوره ما آماده شده؟ بله آقا، تو سفارش شده، الان میام خدمت. خواهش میکنم. بله حتما. یا الله، راهل خانم. سلام. سلام راهل جان. سلام، نگفتی میای وگرنه آماده میشدی. خودم دارم از اینجا میرم جایی، منم با سپیده حرف بزن. چه خبر؟ شما چه خبر؟ خوبه سپیده؟ صبح زنگ دوباره هم اومده پلیس اینجا، گفتم شرایطش چجوری. آقای امام. سلام سپیده خانم. راهل اون چادر منو میاری؟ آره سپیده جان.
یه بار آزار رفت. بچه حواسم هست، یه چیزایی رو باید بهش بگم. سلام سلام، چی زودتر رسید برای بوس به بابایی؟ تو زودتر رسیدی؟ سلام آهاتاها. امو بابای من نیمه؟ چرا بابایی کار میاد؟ بابایی امشب یه ذره کار داشت. نگاه کن اینو، نگاه کن، پلیس بیاد. بردن دوزیدن. سلام آقای امروز. بابا ما چی شد؟ خبری نشد؟ نه متاسفم. بابا تو به خدا یه نفر یه خبری چیزی به من بده. میگم حالا خدمت. آخه چه بلای سر ایمان اومده؟ اصلا زنده است؟ لا اله الا الله. چه حرفی میزنی؟ بچا بیا بریم تو اتاق آقا ما. سبیجه جان بریم تو. چرا این نفر درست سمی من حرف نمیزنه؟ من ببینم چه اتفاقی افتاده. گفتم جلوی بچه‌ها چیزی نگم. خبری که نه. چند تا سوال داشتم، میخوام ببینم ایمان قبل از اینکه صبح از خونه بره بیرون چیزی به شما نگفت. نه والله من از ظهر تا حالا دارم اینو به صد نفر میگم، هیچ کس هم باورش نمیشه. میدونم. خب چرا فکر میکنی شاید آدم ربایی باشه؟ حساباشو خالی کرده سپیده خانم. چیزی هست شما بدونید به من نگفته باشید؟ شما فکر میکنی من چیزی میدونم؟ یعنی منظورتون اینه که ما با هم نقشه کشیدیم؟ من همچین حرفی که نزدم. من فقط بذارین یه چیزی بهتون بگم آقای عماد. اون زمان که اومدین خواستگاری من، مگه ایمان چیزی داشت؟ فقط شاگرد اول دانشگاه بود، غیر اینه؟ شما دستشو گرفتی بردی تو این کارا و حالا یه داری بهش تهمت میزنی؟ من تهمت نزدم، انسان جایز الخطا است. گفتم شاید باشه ایمان فقط برادر کوچیکتون نیست، بس پسر شماست. چیکار کرده؟ من اومدم از تو بپرسم میسم ایمان چیکار کرده؟ حیثیتمون داره به باد میره به قربان. تو مگه شریک ایمان نبودی؟ از ماجرای کارخونه رشت خبر داشتی؟ به خدا اگه من بعد قرارداد یه بار تا رشت رفته باشم فقط خودش میگن همه یه کاراتون غیر قانونی بوده میسم. به حضرت عباس من بی خبرم. تو همه چی با شریک بودی؟ مگه میشه بی خبر باشی؟ حاجی خودت که همه چی ایمانو میدونستی. فکر میکردی همچین کاری بکنه؟ مگه میتونسته حسابای مشترکتون رو تنهایی خالی کنه میسم؟ به خدا نمیدونم. کی دیدی آخرین بار ایمانو؟ من از دیشب دیگه ندیدمش. امروز برگشتم شرکت، دیدم اومده همه چی رو با خودش برده، همه قراردادها رو برده، همه حسابا رو خالی کرده. حاجی جان عزیزت یه کاری کن، کسی چیزی نفهمه. حاجی با دایمان صحبت کردی؟ نه. بهش بگین من هیچی نمیدونستم. یه وقت نرن تو گوشش بخونن من کاری بودم. آقای امیری همه چیز ایمانو میدونسته. حاجی به قرآن و مجید اگر میدونستم ایمان چیکار میکنه جلوشو میگرفتم. انصاف نیست من اینجا بمونم. ببینید حاج آقا، اینجا یکی در میون یه عکس از شماست یا یه سی دی از برنامه تلویزیونیتون. فکر میکنید مردم رو چه حسابی پولاشونو گذاشتن تو شرکت برادر شما؟ این روزا که مؤسسه مالی اعتباری کم نیست. اصلا برادرتون وام بزرگو به اعتبار کی از بانک گرفت؟ خب اگه تا الان قسط رو پرداخت نکردن چرا بانک اختیاریه نفرستاده؟ چرا؟ باید ببینیم دست چه کسایی دیگه تو کار بوده. یعنی برادر من مثلا به بانک رشوه داده؟ نه یه بار، حداقل 4 بار رشوه داده. چیزایی که من به شما گفتم قبلا همش تو اینترنت پخش شده. ببینین حاج آقا، ما 2 ماه داریم روی این پرونده کار میکنیم. امثال برادر شما هم کم نیست. منتها مشکل ما اینه. امضای شما پای خیلی از قرارداد شرکت عدله. الان منم مجرمم؟ اینا دیگه دادگاه تعیین میکنه. فعلا برای چند روز با شما کاری ندارم، ببینم برادرتون برمیگرده یا نه. من 3 روز به شما وقت میدم. وقت برای چی؟ ایمان بدیهی باید برگرده. شما هر کاری از دستتون برمیاد باید بکنید که برش گردونید. بازم میگم حاج آقا، ما مسئول رسیدگی به پرونده شما نیستیم.
در واقع شما اینجا فقط به عنوان یه مطلع تشریف آوردید. پرونده شما میره به دادگاه ویژه روحانیت و خودتون بهتر میدونید. به معنی اینکه پاتون به اونجا برسه از شما وثیقه میخوان، سند میخوان. اگه سند گرو نذارم میندازنم زندان؟ خب چرا سند گرو نذاری؟ سند خونه من گروی وامه. اون خونه نه. سند خونه بذارید که ایمان توش میشینه. خونه که ایمان توش زندگی میکنه به نام من نیست. چرا هست؟ حدس میزدم اینو ندونید. زمینه رودهن هم به نام شماست. شما سند کم نمیاره. من فقط یه خونه دارم ولا غیر. ولی خیلی سند ها به نام شماست. این مهلت سه روزم یه قراری بین من و شما. چون وقتی نوبت شما برسه از من گنده ترا میان سراغتون. تا اون موقع هر طور شده سعی کنید برادرتون رو پیدا کنید. سه روز وقت کمی نیست آج آقا. فقط این ویدیو که دست کسی نمیفته، اون کسی نمیبینه. نه، مطمئن باشید این از اینجا بیرون نمیره. در واقع این ویدیو به خاطر ضبط حرفای شما نیست. بیشتر به خاطر دفاع از خودمونه. داره شلوغ میشه. چیکار میخوای بکنی؟ میخوایی من برم پایین ببینم چه خبره؟ جلسه پیش تا کجا گفتیم بچه ها؟ تاریخ تطورات علوم اسلامی رو شروع کردید استاد. بسیار. درست. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروزمون هست دانش اجتماعی مسلمی. بحث اصلی ما. برای ورود به این بحث ابتدا باید دوره‌های فکری جهان اسلام رو مرور کنیم با هم دیگه که شامل چیا بود بگید؟ تطورات علوم بگید عقلی، علوم عقلی بگید. خوبید؟ استاد حرفایی که درباره شما میزنن درسته؟ از کی شنیدی؟ به حال تو نت که خیلی حرفا میزنن. تو این مملکت هم وقتی میخوای یه کاری بکنی ممکنه پشت سرت خیلی حرفا بزنن. استاد مردم که شما رو از نزدیک نمیشناسن. اگه هیچی نگی فکر میکنن همه این حرفا درسته. شایعه وقتی راه میفته دیگه نمیشه جلوشو گرفت. به هر حال حساب و کتاب ما که معلومه. این جریانات هم هر چه زودتر انشاءالله ختمه به خیر میشه. برای کامل شدن بحث جلسه قبلمون لازمه که تقسیم بندی جریانات Thank you.
هرچی کامنتو فوش میذارم پارک میکنم، بلاکشون میکنم، با یه پیج دیگه میام. خب بیان جلوی همه رو که نمیشه گرفت. استاد میبخشید میپرسم، شما مشکل برادرتون جدیه؟ یعنی هیچ دسترسی بهش ندارین؟ حالا موبایلش که فعلا خاموشه، منم هنوز نمیدونم چه اتفاقی افتاده دقیقا. من یکی میشناسم میتونه ردشو بگیره از طریق نت. چطوری؟ مشخصات فردیشو میگیره، مثل ایمیل، اینستا، شماره موبایل، ولی ردی رو ازش میگیره. حالا فعلا عجله‌ای نیست، برادرم خودش زنگ میزنه انشالله. منم هنوز نمیدونم چی به چی. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. مرسی آقا. آقا ملکی، عرض ادب. آقا سلام علیکم. آقا زنده باشید. ممنون که وقت گذاشتید. خلوت شدین ان شاء الله. آقا ماشین بهتره، بفرمایید. تو ماشین بهتره. بله سلام. آقا شما سلام میدونید، بفرمایید خشم. آقا بفرمایید. بفرمایید، زحمت نکشید. یا سلام. آقا دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم، استدعا می‌کنم. آقا ما هر چی از این بچه‌ها داریم تو این پوشه است، بفرمایید. دست شما درد نکنه. خدا شاهده ما فقط یه بار از اینا وام گرفتیم که تا دینار آخرش الحمدلله به موعدش پرداخت شد. اینم رسیداش. آقای ملکی، من برای این چیزا اینجا نمیذارم. بنده هم عرض کردم. والله العظیم ما اصلا کاری به کاری پسر نداریم. من برای هم فکری با شما اینجا. آقا جان یه لحظه بفرمایید پایین شما. چشم جان. آقا این وسط من اصلا چه کارم؟ یه ساعت پیش خبر خوندم، همه رو مرخص کردم برن. گفتم مسئله‌مون در عفو نیافته. خودم هم داشتم میرفتم شما زنگ زدید. نه من مامور آگاهی هم که شما رسیداتون رو به من نشون میدید آقای ملکی. بدبختی ما هم همینه دیگه، اینقدر تو خودمون زنگ گرفتیم هممون شدیم ملکی. شما نگران خواهرزادتون نیستین؟ آقا معلومه که نگرانم، من اصلا نمیدونم جواب خواهرمو چی بدم. ولی چه کاری از دست من برمیاد؟ الان میسم شما رو فرستاده، من چی کار کنم؟ شما باید بهش میگفتی بچه جان پیشتر از اینا باید فکر اینجا رو میکردی. شما میدونید چه اتفاقی افتاده؟ آقای ماد، شما آدم با تدبیر، ظاهر و صلاح، ماشاءالله شناخته شده، خودت هزار برابر من آدم میشناسی. اگه کسی قرار باشه کاری از دستش بر بیاد، شمایی نه من. تازه حاج آقا امیری هم که هست. من میگم اگه این بچه ها خطایی نکرده باشن که اتفاقی براشون نمیافته. الان دخالت های بی جای من و شما فقط حساسیت ایجاد میکنه، هم برای شما هم برای من. اونم الان والله 4 دور است دارن میان دنبال من اسمو بذارن تو لیست انتخابات، قبول نکردم. الان مصلحته، قبول کردم، این شد میسمون، این وضع ما و لا اله الا الله. ناج آقا بدی، از من میشنوی شما هم دخالت نکن. به من و شما چه؟ بعد میگم میسم و ایمان نقشه یکی دو روزه نیست. چیش هفت ما براش برنامه ریزی کردیم. آخه میسم که میگه من در جریان هیچی نیستم. اینجا کرده هر شکری خوردن هر دوتا با هم خوردن. آخه اگه با هم بودن چرا ایمان تنها رفته پس؟ ببین ضامن شرکت ایمان و میسم منم. 400 میلیارد پول من پشت قباله اون شرکت خوابیده. حالا که ایمان فلنگو بسته و رفته، میسم هم دست از پا درستر تو زندانه، من باید جواب اون 400 میلیارد دزدی و بدهی اونا رو بده. کسی چیزی گفته آقای امیری؟ از ظهر تا حالا اتفاقی افتاده؟ خبری شده من در جریان نیستم؟ آره خبری شده. من از صبح تا شب سرم تو کار خودمه، اما یه سرم میارم بالا میبینم 400 میلیارد بدهی والا آقا. اون که هنوز مشخص نشده. جهنم پول، آبرو از دست رفتم و چیکار کنم؟ این 4 تا کت شلواری بود این پایین از دم غروب آدم اینجا این ستونای آهن میشورن که کم و کسی توش پیدا کنن بکننش علم یزدی. بذارین عقب بگردن تا خسته شن آقای امیری. تو به جای ایمان چک میکشیدی؟ جان جریمه سوله های بندر از حساب تو رفته تو جیب گمرک. اونو که خودتون در جریان بودین، میخواستم ورود و خروج پول تو حسابم بره بالا که بتونم برای خیریه از بانک وام بگیرم. یکی دوبار نیست.
هر دفعه کلی پول میمده تو حساب تو، یه مدت میمونده بعد منتقل میشده به حسابهای دیگه. جای ایمان امضا میکردی؟ پارسا نزدیک عهد قرارداد عراقی ها رو کی امضا کرده؟ اون قراردادی که خودتون تشریف داشتین. اگه یادتون باشه ایمان به خاطر خانومش مجبور شد شبونه برگرده تهران. 10 بار این کار رو انجام داده. اصلا چنین چیزی نیست. کی همچین حرفی بهتون زده؟ کار داری که همچین حرفی رو زده؟ داری از دهن من میشنوی؟ آخه مگه میشه من ندونسته چیزی رو امضا کرده باشم آقای امیری؟ به من میگن خدا خدا کن که ایمان از کشور خارج نشده باشه. اما زورشون به من که نمیرسه. باقش منو 400 تا تلکه میکنن، بعد همه که دوتا مطلب بنویسن این بر اون بر که میشه خوراک و سرگرمی مردم تو اینترنت برای 2 ماه. اما من نگران تو هم. تو مواظب خودت باش. اینجوری که من دیدم پا تو این قضیه بد جوری گیره. به خاطر حرمت لباست که بیرونی. چیکار می‌خوای بکنی؟ برای تو هم بذارم چای. اون چیه؟ ولش کن، من چای دم میکنم. دست درد نکنه. چای بخوری خواب از کلت میپرمان. خسته شدی نه؟ تو نشدی. چرا خب؟ امروز خیلی روز خودانی بود. نمیخوای لباساتو عوض کنی؟ چرا؟ چرا عوض میکنم؟ رفتی پیش بابا؟ چه خبر بود؟ هیچ کس به فکر ایمان نیست رایل. بابا پیگیر کارشه. ما چه میدونیم؟ اون یه ارتباطایی داره، آدم میشناسه، میدونه چی کار کنه. تو باورت میشه ایمان اهل این حرفو باشه؟ نه. پس کجاست؟ چرا نیستش؟ مگه چیزی مهمتر از آبرو هست برای آدم؟ منم همش دارم به همین چیزا فکر میکنم. یعنی زن و بچه‌شو ول کرده به امون خدا؟ مگه میشه؟ رفتم پیش عمو جلال، گفت امکان نداره ایمان اهل این حرفا نیست. گفت هر طور شده از زیر سنگم شده پیدا شد، باید برم دنبالش. شاید تونستم پیداش کنم، خودم باید دست به کار بشم. آخه بابا گفت شما دخالت نکنین، گفت قضیه پیچیده ایه، حتما یه صلاحی هست که اینقدر تاکید کرده. میتونم یه چیزی بهت بگم رایله؟ جانم نماد جان، من الان به غیر از تو به هیچ کس اعتماد ندارم. اله قربونت برم. من چی بگم والا؟ نمیخوام کسی بفهمه، بازی نیست، پای آبرومون وسط. حتی پدرت هم نمیخوام بدونه. اماد چی کار میخوای بکنی؟ فکر نمی کنم کسی به فکر ایمان باشه رایل. خودم باید برم دنبالش، خودم تنها. مردم گرفتارن دیگه. ایمان چیزی ازت زنن؟ نه. چیزی میخوای بزنی؟ خیلی هست. خونه ای که تو توش زندگی میکنی چرا به نام منه ایمان؟ مگه نصف زمینای رودهن به اسمت نیست؟ با پول خودم طلب مردم رو پرداخت کنم. کدوم پول خوده؟ مواظب خودت باش حاج آبدی. وایسا میریم قلعه مرغی.
چه عجب شما داری تشریف میری منظر؟ اصلا فهمیدی چی گفتی به من؟ اما 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 چی؟ اما چی؟